در مجموع من فکر میکنم سفری بود که هم از لحاظ دو جانبه، هم از لحاظ چهار جانبه و همچنین سه جانبه، سه کشور فارسی زبان و هشت کشوری که در این اجلاس شرکت کرده بودند، تعامل خوبی بود در این فرصت یک روزه و مباحث مفیدی که برای کشورهای منطقه حائز اهمیت بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همه اظهار نگرانی می کردند و همه لزوم همکاری بیشتر با مسئله افراد، با مبارزه با اختلافات نابجایی که وجود داره در برخی از کشورهای منطقه و همچنین تروریست ها و گروهک های تروریستی که امروز در منطقه موزل بزرگی رو برای رفاه مردم، امنیت مردم، ثبات کشور و توسعه این کشورها به وجود آوردن بحث شد. البته رئیس جمهور پاکستان در وضع بسیار آشفته وجود داره، یعنی در واقع این مواد مخدر و کشت خشخاشی که بیشتر دلالان البته سود میبرند و ازی در افغانستان فکر میکنند به سود اونها هست، امروز مشاهدیم که چه موزنی رو هستن و هم عقیده هستن با ملت ایران که راه پیشرفت و توسعه اقتدا خواهد. رئیس جمهور به موضوعات دو جانبه مطرح شده بین ایران و افغانستان از جمله آمادگی دو کشور مخصوصاً بحث یمن و حریر که با مسئولین افغانی در این جلسه بحث شد که حق ایران طبق قراردادی که بین ایران و افغانستان در زمینه هیرمند وجود داره و همچنین در چارچوب حقوق متعارف بین المللی و حقابه ایران در حریرود و همچنین مسئله بحث طالاب‌ها که بسیار اهمیت داره و مسئله هامون که به هر حال دچار معضل و مشکل هست و یک مشکل زیست‌محیطی برای شرق کشور ما به وجود آورده، تأکید شد که هامون باید به شکل غربی قبلی خودش برگرده. آقای روحانی همچنین به رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده است علاوه بر همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، در زمینه مقابله با کشت خشخاش نیز دو کشور همکاری کنند. شهار رئیس جمهور سخنرانی کوتاهی حرف بزد، نشانگر اینه که صدای ملت ایران در انتخابات سال گذشته و در اون حماسه سیاسی